ترانسیلوانیا منطقه‌ای تاریخی در مرکز کشور رومانی امروزی است که از طرف شرق و جنوب با مرزهای طبیعی رشته کوه کارپاتیان احاطه شده است. همچنین از سمت غرب تا کوهستان آپوسنی امتداد می‌یابد و چشم‌اندازهای خیره‌کننده‌ای هر گردشگری را به سوی خودش جذب می‌کند. این شهر هسته اصلی قلمرو باستانی داسی یا داکیه بوده و از سده دوم پس از میلاد جزئی از امپراتوری روم شد. نکته مهم این شهر پیوند بسیار نزدیکش با یکی از مهمترین شخصیت‌های ادبی اروپا است، کنت دراکولا. کنت دراکولا شخصیت خونشام رمان معروفی با همین نام اثر برام استوکر نویسنده ایرلندی قرن‌های 19 و 20 میلادی است. از زمان چاپ این کتاب در 1897 تا کنون صدها نمایش و فیلم با اقتباس از آن ساخته شده است. همچنین هزاران شخصیت خونشام دیگر به واسطه شخصیت کنت دراکولا به دنیای ادبیات و هنر راه یافتند. رمان دراکولا در ژانر ادبی گوتیک دلهوره نوشته شده است و درباره فردی به نام دراکولا به معنی پسر شیطان است. این پسر در سال 1422 به دنیا آمد و در 40 سالگی زمانی که در حال مرگ بود با شیطان پیمان بست تا عمر جاودانه داشته باشد. البته به این شرط که شب و روز خون آدمیزاد را به عنوان غذا بخورد. اگر دراکولا به مدت 3 روز پیاپی خون انسان نمی‌خورد، پیمانش با شیطان شکسته می‌شد. شخصیت کنت دراکولا به عنوان یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های سینما و تئاتر ژانر وحشت شناخته می‌شود، به طوری که خود استوکر اولین اقتباس تئاتری این رمان را در سال 1897 روی صحنه برد. همچنین اولین اقتباس سینمایی از شخصیت کنت دراکولا در سال 1922 بر پرده نقره‌ای نقش بست. اما شاید بتوان مجموعه انیمیشن های هتل ترانسیلوانیا را یکی از شیرین ترین اقتباس های سینمایی از این شخصیت دانست. در این انیمیشن علاوه بر حضور خود دراکولا، میزبان دیگر شخصیت های ادبیات ژانر دلهوره از جمله مرد گرگ نما و هیولای فرانکشتاین هستیم. اما چرا استوکر ایرلندی زادگاه این خوناشام را در ترانسیلوانیای رومانی و زمان پیمانش با شیطان را در قرن 15 انتخاب کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که دراکولا با الهام از شخصیتی واقعی به نام ولاد سوم، معروف به ولاد به میخ کشنده یا ولاد دراکولا خلق شده است. ولاد سوم فرمان روای قرن 15 سرزمین وویودای افلاخونی یا رومانی کنونی است. این فرد به دلیل مجازات‌های سختی که اعمال می‌کرد از جمله به میخ کشیدن گناهکاران شناخته می‌شود. او پس از جنگ‌های طولانی با سلطان محمد عثمانی در سال 1477 به دست نیروهای عثمانی کشته شد. آنها سرش را از تنش جدا کردند و در استانبول بر سر میله‌ای قرار دادند و در میدان شهر به نمایش گذاشتند. در شهر ترانسیلوانیا دو قلعه با نام‌های قلعه کوروین و قلعه بران وجود دارند که گفته می‌شود جزو املاک ولاد سوم بودند. به همین علت گردشگران به آن قلعه دراکولا می‌گویند. این قلعه ها به خصوص برای جشن هالووین برنامه های گردشگری خاص و دلهره آوری را برای گردشگران ادبی و علاقه‌مندان به ژانر وحشت عرضه می کنند. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.